عرض کنم که MSH پرسیده که آیا تکامل و فرگشت انسان هنوز در حال انجامه؟ اگر اینطوره نسل فرگشت یافته انسان در آینده چه ویژگی داره؟ آیا هوش مصنوعی و تکنولوژی میتونه در فرگشت انسان تأثیر داشته باشه؟ ببینید، قبلا هم گفتم فرگشت اگر به معنی ساختن یک گونه جدیدی باشه احتمالا انجام نخواهد گرفت. علتش هم این هستش که اگر به تاریخ طبیعت نگاه کنید، میدونید انسان ها حدود 5 میلیون سال پیش شکل گرفتن و چندین نوع پیش انسان پیش آمده و معلوم شده که هر کدام از این پیش انسان ها در یک منطقه از افریقا بودن، یعنی در یک قبیله اینا اتفاق افتاده باشه. قبلا آخون قبال خیلی کوچیک بودن، در دسته های 20 نفری و بین خودشون ازدواج میکردن. یعنی فکر کنید دیگه موتاسیونی برای سرپا را رفتن ایجاد شده باشه که اولین بار فکر میکنم در هومو ارکتوس ایجاد شده. این اگر فکر کنید که در پدر و مادر، در پدر یکی ایجاد شده، اینو این موتاسیونه رو میده به دختر و پسرش. قدیما ازدواج ها بین افراد خانواده بود، چون قبیله ها بزرگ نبودن و تا نه چندان دور، حتی تا 3-4 هزار سال پیش هم یا نزدیکتر هم ازدواج بین خواهر و برادر برقرار بوده. و وقتی که این موتاسیون ها ایجاد می شده و اینا منتقل می شدن به بچه ها، بچه ها هم با هم دیگه ازدواج می کردن، این موتاسیون ها باقی می مونده و به نسل اگر مفید واقع می شده انتخاب اصلا می شده و به نسلهای بعدی منتقل می شده. به همین جهت اگر نگاه کنید در تاریخ مثلا هومو ارکتوس با بقیه این حیوانات، با بقیه ببخشید پیش انسان ها، می بینه همشون یه دشون در تانزانیا ایجاد شدن، یه دشون در افریقای جنوبی بودن، یه دشون در شمال افریقا بودن. اینا پس در گروه های مختلف اینا بودن. حالا وقتی که انسان بزرگ تعدادش زیاد شد و به هوموساپینس رسید، این هوموساپینس تنها موتاسیونایی که درش ایجاد شده فکر میکنم 40,000 سال پیش آخرین موتاسیون مهمی بوده که در مغزش اتفاق افتاده و بهش مایکروسفالین میگن، که باعث شده یک حجم مغزش کمی افزایش پیدا کنه. بعد از اون موتاسیونایی پیدا شده مثلا در بویاییش، به خاطر اینکه از طبیعت دور شده، از حدود چند هزار ژن بویاییش تعداد خیلی کمیش باقی بوده. فکر میکنم 40,000 عددا رو ممکنه اشتباه کنم، 40,000 تا ژن بویایی داشته که کم کم از بین رفته و فقط فکر میکنم 2-3 هزار تاش باقی مونده باشه، به خاطر اینکه از طبیعت دور شده، احتیاجی نداشته و این تغییر ژنتیکی درش ایجاد شده. اما تغییر ژنتیکی که باعث شه یه گونه جدیدی پیدا شه امکان نداره، به خاطر اینکه فکر کنید که یه موتاسیونی در یک مردی پیدا شه یا در زنی پیدا شه، به بچه هاش بدن، این بچه ها دیگه با هم دیگه ازدواج نمی کنن، هر کدامشون میرن با یک کسی ازدواج می کنن که این موتاسیون نداره، به این جد این موتاسیون ها از بین میره. مرتب هم موتاسیون ها انجام میگیره، قریب به اتفاقشون باعث اختلال میشن، گاهگاهی باعث میشه که یک انسان های ایجاد میشه که توانهای خاصی دارن در موسیقی، در هنرها، در علم، در ذکاوت های مختلف، ولی همین ها هم که نگاه کنید مجبورن دیگه نمیتونن با خواهرشون که احتمالا همون موتاسیون ها هم داره ازدواج کنن و میرن با یه آدم دورتری ازدواج میکنن که دیگه این موتاسیون ها رو نداره. به این جهت هستش که احتمال زیاد هیچ موتاسیون های ژنتیکی ایجاد نخواهند شد و منتقل نخواهند شد و یک گونه تازه پیدا نخواهند شد به علت همین توزیع ژنتیکی. به طور کلی ژنوما یک فشاری ایجاد میکنه که همه رو به خط وسط بکشونند، چون که انتخاب اصلا شدن که همین جوری به نسلهای بعدی برن. به این جهت اگر فکر کنید دو نفرم خیلی باهوش باشن با هم ازدواج کنن، بچه هاشون هوشش کمتر میشه، برمیگرده به
میانگین طبیعی بازم، و به همین جهت هستش که اتفاق نخواهد افتاد. اما سیر موتاسیون از ابتدا هم غیر قابل پیش بینی بوده، یعنی چیزی نبوده که از قبل برنامه ریزی شده باشه، مقصودی داشته باشه، یه برنامه ریزی داشته باشه، به هدفی ایجاد شده باشه. همینجوری پیش میاد و غیر مثل همه سیستم های نوظهور یا امرجنت ها، مرحله بعدی غیر قابل پیش بینی هست. یعنی حالا فرض بگیریم، حالا نه در انسان ها، فکر کنید در یه عده پرنده که در یک جزیره زندگی میکنن که وضع طبیعیش عوض شده، هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که این پرنده ها میتونن موتاسیون پیدا کنن، یه گونه جدیدی ایجاد کنن که بتونن با اون محیط تطابق پیدا کنن، یا اینکه اتفاع میشن و از بین میرن. هوش مصنوعی هم کاری برای انسان از نظر تغییر ژنتیکی نمیتونه انجام بده، یک محصول در واقع مخلوق خالقش هستش و نمیتونه بر خالقش اثر کنه. کاراشو میتونه تقلید کنه، کاراشو احتمالاً بدون خطا و با سرعت بیشتری انجام بده، اونم فقط الگوریتمایی که در مغز ایجاد میشن میتونه بهتر انجام بده، ولی اون قسمت احساسی و خلاقیت و این چیزها رو بدون کمک همین مغزهای انسان هیچ وقت نخواهد انجام داد.